مرسی.
فینال زدیم، ما فینال میکردیم. ای بچه مردونگی، درود بر شما، درود بر کارگران، درود بر البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه‌ای فکر کنن. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. ما مدعی نیستیم در نظام ما فساد وجود ندارد، فساد مالی و اقتصادی وجود ندارد. چرا؟ اگه وجود نداشت که بنده اون نامه 8 ماده‌ای رو چند سال قبل خطاب به رؤسای محترم سقوه نمی نوشتم، اینقدر اون تأکید نمی کردم. چرا هست؟ اما میخوام این رو بگم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیاست. همین امروز اینی که ما بیاییم به استناد گزارش فلان مرجع صهیونیستی کشور رو متهم کنیم، نظام رو و کشور رو به فساد، این مطلقاً درست نیست. خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، این را تصدیق می‌کنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چه جور میشه تقلب کرد؟ اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون
به عهده اونهاست.